میشنویم پیام جناب آقای علیرضا میبودی. ممنون از اینکه به برنامه ما اومدید، به برنامه نکوداشت آقای شهبال سپره، با همه خدمتی که دارن در موسیقی ایران در خدمت شما هستیم که بشنویم در مورد آقای شهبال سپره. شما کار خوبی میکنید، بسیار همینجا سلام دارم به شهبال عزیز، به شما و همه همکارانتون. شهبال به نظرم خب یه فنومنه، در این جسته میتونه شک داشته باشه. به هر حال در یه دوره‌ای که ما دیر کرده بودیم توی بن‌بست موسیقی سنتی و موسیقی فولکلوریک، موسیقی مواد نوایی روستایی، خب جوان‌ها این وسط یه خلأ وجود داشت و در حالی که در تمام دنیا تحول عظیمی رخ داده بود، انقلاب در دهه 60 بوده دیگه، شهبال هم تو همون دهه 60 کارش شروع کرده میشه، دهه 40 ما، یعنی در واقع در دوره ای که داشت چهره و سیمای ایران کاملا تغییر پیدا میکرد. خب در دنیا تحولی در موسیقی رخ داده، موسیقی پاپ و موسیقی مردمی بیتلا ظهور کرده بودن و ظهورشون واقعا اثرگذار بود. من همون زمان در اروپا زندگی میکردم و در اونجا درس میخوندم، میدیدم، احساس میکردم که چه تحولی اصلا در فضای اروپا پدید آمده و از ظهور اونها و به دنبالشون گروه های دیگه. و ما از دهه 50 جدا میشدیم وارد یه دهه نو و جدید. در ایران خب این خلأ رو شهبال و دوستانش پر کردن، خیلی مهمه. البته حامی نداشتن، یادتون باشه دنیای سنتی موسیقی سخت در برابر اونها ایستاده بود، یعنی محافل موسیقی در برابر هر گونه تحولی از خودشون عکس العمل شدید نشون میدادن. من واقعا در قلمرو موسیقی، در کار شعر، رمان نویسی، در علل اصول در ادبیات، و میدونیم در هر دوره ای وقتی انقلابی رخ میده باید حتما حامیانی داشته باشه. اگر خسرو پرویز امپراتور بزرگ ایران در دوره ساسانی نبود، قطعا موسیقی ما شکل امروز رو نداشت. شخصیت مثل باربد، نکیسا، نمیدونم رامتین، کاسیت، این شخصیت رو پیداشون نمیشد و چنین تحول عظیمی در موسیقی پدید نمیوردن که بعدها تا آندلوس هم پیش رفت، اثرگذار شد در موسیقی دنیای اسنا. یا اگر نمیدونم دربار زالسبورگ نبود یا دربار وین نبود، بسیاری از این بزرگان موسیقی کلاسیک رو ما نداشتیم، موزارت رو نداشتیم، هایدن رو نداشتیم و بقیه رو نداشتیم. یعنی نشون میده که همیشه این خامی ها بودن که آمدن به مدد انقلاب، حالا در هر رشته‌ای، بیشتر در رشته‌های موسیقی که قطعا و حتما بخواد، اینه که رشته‌ای بود که نیاز داشت که حالا یا اشراف یا دربار یا کلیسا پشت سرش بایستن. همین اتفاق هم افتاد در ایران. خوشبختانه خامی مردم بودن، خامی جوان‌ها بودن، خامی جوان‌ها بودن، با اینکه محافل سنتی موسیقی در برابر این گروه های جدیدی که پدید آمده بودن و واقعا هم تحولی ایجاد کردن، خیلی فضا رو دگرگون کردن و همه ما از همشون سپاسگزاریم، از شهبال که بسیار بسیار سپاسگزاریم. خسته نباشه و امیدوارم خودش بتونه در این دوره‌ای که حالا در نیکوداشتش برنامه شما تدارک دیدی که به نظرم فوق العاده است، امیدوارم این کار رو در مورد بقیه هنرمندان هم دنبال بکنید، توضیح بده و ما رو بیشتر با جزئیات هم آشنا بکنه. واقعا اون اشاره ای که کردی به موزیک کلاسیک ما، یعنی کلاسیک جهان، که اگر اینا نمی اومدن اصلا موسیقی کلاسیکی وجود نداشت و اینا از خودشون واقعا نمیدونم شاهکار کردن تو موقعیت ها، چون همیشه جلوی هنر ایستادگی بوده دیگه، یه عده همیشه مخالف بودن. و الان شما اشاره کردی به موزیک سنتی ما، واقعا انقدر در اون زمان مشکل بود که بیای جلوی این سد محکم موسیقی کلاسیک بیسی هستن، کاری دیگری بکنی. ولی خوشبختانه خوشحالم که دوستان عزیز همت کردن و این کار رو بالاخره انجام دادن.
مرسی آقای مهبودی، ممنونم از شما. ممنون از آقای مهبودی عزیز.